و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. تماس گیرنده محترم، سلام. سلام علیکم. سلام، ممنون. به کربلا خوش اومدید، بفرمایید زیارت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه سید النساء العالمین، السلام علیک یا اسار الله و ابن اسار و البتر المنفور، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بالسماء، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ام الجمیل، السلام علیک یا ابا صالح المهدی، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباد، السلام علیک یا امام حسن، السلام علیک یا زینب الکبری، السلام علیک یا رقی مدد، السلام علیک یا علی اکبر، السلام علیک یا علی اکبر، السلام علیک یا روزن شجر، یا امام حسین حجت همه حجت من دارم روا بگردم نورا کنم روا برسیم الهی آمین. اللهم عجل ولی فرج، اللهم عجل لولی کل فرج. قبول باشه زیارتتون، قبول باشه اعمالتون. ممنونی، متشکر. انشاءالله حاجت روا باشید و هر چه زودتر همراه با خانواده مشرف بشید و از نزدیک زائر آقا سید و شهدا باشید. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. هر کسی به هر جایی میرسه، هر منصبی دستش میگیره، اول باید بدون قبلا کجا بوده، الان کجا هست، قبلا چه قابلیتی داشته، الان چه قابلیتی داره. باید مواظب باشه از موقعیت خودش سوء استفاده نکنه. باید مواظب باشه در موقعیتی که هست، اگر دو نفر به حرف اون گوش میدن تهمت نزنه، دروغ نگه، تحریفی انجام نده و بگذاره اگر میخواد صحبتی بکنه حقیقت رو برای مردم، برای اون شنونده هاش، برای کسانی که دور و برش هستن عنوان بکنه. و اون آقایون و خواهرهایی که اطراف این شخص هستن، اگر دوستش دارن بلا فاصله باید بهش تذکر بدن فلانی اینجا رو تو داری اشتباه میکنی، اما در تاریخ این رو به این صورت نوشته، اما در کتاب هامون این رو به این صورت اعلام کرده. تو این رو از کجا داری میاری؟ نکنه کتابی هست ما بیخبریم، نکنه حدیثی، روایتی، آیه قرآنی هست ما بیخبریم. بلا فاصله از او بخوان، بلا فاصله او رو روشن بکنن. قطعا اگر فردی باشه که دنبال این بوده که فقط یه چیزی گفته باشه، متوجه خواهد شد شنوندگانی که پای صحبتهاش هستن روشنن، اهل مطالعن. الان قرن 21مه، قرنیه که فرزندان کمتر از 5 سال خیلی راحت به همه چیز دسترسی دارن. کاری که بنده در سن 16-17 سالگی 20 سالگی اصلا بلد نبودم، الان بچه 5 ساله خیلی راحت میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه و باهاش کار بکنه، با سیستم کار بکنه، توی اینترنت بچرخه. مواظب باشیم یه جایی به قول معروف صحبت نکنیم که مستقیما به خودمون برگرده.
صحبت میکنیم، حرف راست بزنیم، تهمت نزنیم، افترا نبندیم، تحریف در تاریخ انجام ندیم و بدونیم کسی که پای صحبتهای ما هست روشنه، بیداره، دسترسی داره. الان شاید گول بخوره، هیچی به تو نگه، ولی کمتر از نیم ساعت، کمتر از نیم ساعت دوستش، رفیقش، فضای مجازی حرف تو رو رد میکنه و اعلام میکنه فلان شخصیت این تحریف رو در تاریخ علناً داره اجرا میکنه. باید مواظب بود. تماس بعد رو دریافت میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت آقای میر خلف زاده و همکاران محترمتون، شبکه خوبتون، خسته نباشید. ممنون، متشکر. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید ظاهر آقا سید الشهدا علیه السلام باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب الزمان، یا خلیفت الرحمن. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام. السلام علیک یا قمر بنی هاشم، یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیهم السلام، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین علیهم السلام، یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین علیهم السلام. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. ان شاء الله خدا حاجت حاجت مندانه روا کنه، فرج آقا امام زمانو برسونه، مریض اسلامو شفا بده، گرس کار همه جوانامون باز کنه، قسمتی رفته و نرفته بشه. التماسی دعا خیلی خیلی، خدا نگهدارتون. تشکر. یا علی مدد. خیلی ممنونیم از دعاهای خیرتون. ان شاء الله که تمام دعاهاتون به هدف اجابت برسه و خود شما هم قطعا انشاءالله بهرمند بشید از به اجابت رسیدن این دعاها. ممنونیم از الطاف شما. و اما تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای میرخلف زاده، سامان هستم. وقت شما بخیر. قبول درگاه حق قرار بگیری انشاءالله. برای ما دعا کنید که از فاطمیه بهره پاکیزه بریم انشاءالله. الهی آمین. انشاءالله هم شما هم همه عاشقان بی بی فاطمه زهرا، عاشقان آقا امام زمان. بفرمایید زیارت کنید ذریح مطهر آقا سید و شهدا علیه السلام روی تصویره. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حدثت بها عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك. سلام على الحسين وعلى علي وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب. السلام عليك يا ابا الفضل ابا ابن امير المؤمنين. السلام عليكم جميعا ورحمه الله. يا امام حسين يا ابا الفضل ابا ان شاء الله که اگر نکرد، اگر نشد ان شاء الله برای ایام شعبانیه اسم ما را هم جز ظاهران ایام شعبانی، یا اگر شد زودتر هم اسم ما را اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. ان شاء الله آقا سامان اونطوری که دوست دارید آقا عنایت بکنه و مشرف بشید کربلا. بقیه عزیزان هم توفیق پیدا بکنن مناسبت های مختلفی که دوست دارن اونها هم در کربلا باشن. ان شاء الله حاجت روا باشید. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد. خدا نگهدارش. یا ابا الفضل العباس جانم، یا ابا الفضل العباس علم دار آقا سید الشهدا، شما عنایتی بکنید.
تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای میرخلفزاده بزرگوار و خدامین محترم شبکه امام حسین علیه السلام. و علیکم السلام، به کربلا خوش اومدید. سلامت باشید، خدا قوت انشاءالله که معجور باشین. و همچنین با اجازتون سلام میدم. خواهش میکنم، ما هم به شما التماس دعا داریم. سلامت باشید حاجت روا انشاءالله. ممنون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب الحسین. آقای میرخلفزاده بزرگوار، از برنامه خودتون ممنون هستم. اللهم عجل لولی کل فرج، اللهم عجل لولی کل فرج. خدا نگهدار. یا علی مدد، خدا انشاءالله به شما سلامتی و جزای خیر بده، همچنانی که انشاءالله به همه بینندگان این شبکه، حالا اطلاق میکنم بینندگان، حتی عزیزان روشندلی که خب فعلا اقتضا این کرده که محروم باشن از دیدن، ولی اینکه میشنون انشاءالله آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف عنایت میکنه، به همگی جزای خیر میده و توفیق برای ایام فاطمیه بزرگواری که فرمودن دلشون میخواد ایام فاطمیه. شما بزرگوارانی که تو پیامک هاتون نوشتید آقا خیلی دلمون میخواد بیایم خدمت آقا سید و شهده، آقا ابوالفضل العباس، آقا امیر المؤمنین، این ایام فاطمیه رو باشیم، از نزدیک عرض تسلیت داشته باشیم، شهادت همسر بزرگوارشون، شهادت مادر غمدیده و پهلو شکستشون. امیدوارم همگی حاجت روا باشید و اگر خدای ناکرده نشد کربلا مشرف بشید، توفیق شرکت در مجالس سوگواری و عزاداری بی بی فاطمه زهرا رو در این دو فاطمیه باقی مانده که رسم هست و همه جا مجلس میگیرن، توفیق شرکتش رو پیدا بکنید. الهی آمین.